بنام خالق ریاضیات. دوستان اومدیم دستورات مشتق رو با هم دیگه بررسی کردیم. الان با خیال راحت میتونیم بریم سراغ سوالات. اون 10-12 نمره که گفته بودیم و میخوایم الان توی اینا بگردیم پیدا کنیم ببینیم چقدر میتونیم از اینا نمره بگیریم. بریم پایین. خیلی رفتم پایین. اشکال نداره. بریم پایین. بریم پایین. از حدام رد کنید. شماره چند گفتم؟ روی 9 و 10 بایستیم که تقریبا دیگه مشتق. از اینجا به بعد باز میخوام شروع کنم اگر اجازه بدید. به اینا میرسم و از اون سوالی که میگه مشتق توابه رو به دست بیاری از اینجا به بعد میخوام برم. توی فایل قبلی هم گفتم بچه ها وقتی بریم مشتق میگیریم از سوال 9 و 10 به این ور هر چی دیدید مشتق بگیرید. مشتق بگیرید. نمره ای رو بهتون میدم. خب یکی از سوالات اینه اکسترموم های مطلق تابع این رو در بازه منفی 1 تا 1 بیابید. بلدی اکسترموم چیه که خیلی خوب، بلد نیستید میگم اینجا. بازم من نمیخوام اینجا اکسترموم رو یادتون بدم و میخواییم بریم سراغ چی؟ بتونیم از این نمره کامل رو بگیریم. بعد 1 کنیم 1 و 25 بگیریم، 1 رو بگیریم. اکسترموم ها همون ماکزیموم و مینیموم های تابع بودن، یعنی بالاترین جای تابع، پایینترین جای تابع، اینا اکسترموم های ما بودن. حالا چون مطلقه یعنی از همه بالاتر. هر وقت گفت اکسترموم مطلق کنارش یه بازه هم میده توی امتحان نهایی، حتی اگر کنکورم بود بازه رو بهت میده، یا اینکه دامنش یه جوری محدود که اونو بگذاریم فعلا کاری به اون ندارم. میگه اکسترموم های مطلق، این بازه رو نگاه کنید، از توی این بازه نیم نمره میاد بیرون، از اینم مشتق میگیرید، بازم میتونیم بگیم تقریبا از اینم 25% میاریم بیرون، از 1.5 نمره اومدیم 75% رو گرفتیم. حالا من اینو چه شکلی برم؟ خرداد، تفکیکی خرداد، شماره چند بود؟ بعد از این بود دیگه. خب اولین حرکت توی اکسترموم های مطلق به این میگیم ابتدای بازه. این ابتدا، این هم چی بچه ها؟ انتها. یعنی میگه دو تا جمع تفریق ساده ای رو اینجا انجام بدیم. یعنی چی؟ میگه این تابع منه دیگه. F منفی 1 رو بیایم حساب کنیم، بنویسید ابتدا. شما هم بنویسید توی امتحانتون. حالا این که نوشتم که ابتدا نیست، بذارید کارم اینو ابتدا. این هم چی؟ انتها. F چند؟ 1. این هم چی؟ انتها. حالا بعد بهتون میگم باید چی کار کنیم. مقدار اینا رو به دست بیاریم. رشتتون ریاضی و پیدا کردن مقدار اینا نباید زیاد کاری داشته باشیم. منفی 1 به توان 3 منهای 3، دقیقا این اینا توی اکسا بذارید منفی 1. منفی 1 به توان 2 به علاوه چند؟ 1. این آخرش این 3 و 2 من کار دستم. خب اینجا حساب کنیم. منفی 1 به توان 3 که میشه منفی 1، منفی 1 به توان 2 که میشه 1، این که شد منفی 1. منفی 3 ضرب بر 1 منفی 3 به علاوه 1، این که با این میره میشه چند؟ منفی 3 میمونه. این است. نه مشتق گرفتیم نه چیزی. مقدار توابع زیر رو به دست آورید. فکر کنم پایه 7 یا 8 متوسطه اول میگو مقدار عبارت جبری رو به دست دارید. مقدار عبارت جبری به ازای منفیه. به ازای 1 هم بریم به دست بیاریم. میگه 1 به توان 3 منهای 3 ضرب بر 1 به توان 2 به علاوه چند؟ 1. خب اینم حساب کنم، این که 1، اینم که 1، 3 1 3 تا میشه 1 منهای 3 به علاوه 1. خب این که 2 منهای میشه منفی 1. فقط بچه‌ها وقتی دارید اینا رو حساب میکنین تو چک لیست نمیخواد اینا رو قشنگ تو برگتون وارد کنه، قشنگ با همین مرحله که نوشتم، مدلی که دارم براتون مینویسم مدل امتحان نهاییه، خلاصه وار نه. بچه‌هایی که خوبی توی اینا خلاصه وار چیزی رو ننویسید، تست که نمیزنید، داری سال امتحان نهایی حل میکنید، میخواید تا جایی که میتونید این پاسخ نامه رو پر کنید که بهتون نمره بدن. مثلا میگم آه، کسی که داره تحصیل میکنه میبینه شما اینو جایگذاری کردی، یه لحظه یه جمع تفریق رو اشتباه کردی، به جای اینکه بنویسی منفی 3 اشتباه نوشتی 3. خب طرف اینو داره میبینه، اینم میبینه، اینم میبینه، اون همکار محترمی که میخواد اینو تحصیل کنه میگه این یه لحظه منفیشو نذاشته، شاید چشم پوشی کنه دیگه، چون شما همکار انجام دادی اینو یه لحظه یادت رفت، پس مراحل رو بنویسید. این از دیگه چی کار کنم؟ میگید خب خودتون میگفتید مشتق بگیریم، پس کجاست مشتقم؟ مشتقم میگیرم الان.
صبر کنی یه جا ندارم، صبر کنم یه خورده زومم رو کمتر کنم، بریم مشتق رو بگیریم از این مشتق های اینا خیلی سخت نیستن بچه ها. مشتق از این بنویسن میشه F پریم X مساویه با توان میاد پشتش میشه 3x2 سه دوتا منفی 6x یکم صفر. مشتق گرفتید مشتق و مساوی صفر بذارید. وقتی اینجا مشتق میگیریم برای تعیین x رو ما چه نسبی چه مطلق، شما مشتق گرفتید مساوی صفر. حالا همینجاست که اگر یه خورده درس نخوندی، یه خورده البته بیشتر از یه خورده نخوندید دیگه اینو شاید بمونید نمیمونی میگی آیا اصلا میگه ادامه بده میگیم اینجا 3x فاکتور میگیرم. دو تا جمله بود با فاکتورگیری ریشه‌اش به دست میاد، سه تا بود اتحاد جمله مشترک. اینجا فقط چیکار میکنم؟ فاکتور گرفتم از x هم بگیری اشکال نداره، 3x من دوست داشتم بگیرم، این ازش x میمونه، از اینم 3x فاکتور بگیرم منهای 2 مساوی 0 میذارم، یه بار میشه 3x مساوی 0 x میشه چند؟ 0. این از این، یه بار دیگه از اینو مساوی با 0 میذارم، x منهای 2 مساوی 0 x میشه چند بچه ها؟ x مساوی با 2. جا کم گذاشتم برامش، جای کم درد سر داره الان برام. خب اینا رو چیکار کنم؟ باید بیان مقدار تابع رو به ازای 0 و 2 هم حساب کنم، همه این کارا رو انجام میدم اون آخر بهتون میگم دیگه باید چی کار کنم. F0 رو حساب کنم، اینجا فکر کنم بهم اجازه بده جا میده. F0 0 به توان 3 0 به توان 3 منهای 3 ضرب در 0 به توان 2 بعد یه خب آیا اصلا این که میشه یه بنویسید مراحل رو بنویسید، من که میتونم بگم میشه یه مراحل دارم مینویسم، شما هم مراحل رو بنویسید. اینجا F چند رو حساب کنیم؟ F2 کمکم کنید بگید. آها خب تو به توان 3 منهای 3 ضرب در 2 به توان 2 به علاوه چند؟ 1. اشتباه کردن بگید بچه ها. 2 به توان 3 که میشه 8، این 8 ببخشید اگر شلوغ میشه دیگه جا ندارم، 8 بعد این 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 منهای 12 به علاوه 1 8 و 1 9 با 12 کم بشه میشه منفی 3. خب کار من تموم شد. یه بار دیگه بگیم اکسرمای مطلق رو برده گفته چیکار کنیم؟ ابتدای بازار رو میذاری، انتهای بازار رو میذاری، مقادیر به دست میاد، مقادیر به دست میاد، مشتق میگیرم، مشتق رو مساوی 0 میذارم، ریشه های مشتق رو هم پیدا میکنم، مقادیری که ریشه مشتق رو توی تابع میذارم. چند تا مقدار به دست اومده؟ این یکی، اینم دورش رو خط بکشم، این دو تا، اینم سه تا، اینم چند؟ چهار تا. این شده بود 3 منفی است. هر کدوم که از همه مقدارش کمتره میشه مینیمم مطلق، کمترین مقدار. هر کدوم از همه بیشتره میشه ماکسیمم مطلق. دیگه این کار نداره بگردیم ببینیم حالا چیه. خب اگه نگاه کنیم این منفی 3 میگه آیا سه اینه منفی 3؟ خب دو تا مینیمم مطلق داره، اینو می‌نویسم کنارش مینیمم مطلق، مینیمم مطلق همین کنارش بنویسید کافیه. اینجا هم چی؟ مینیمم مطلق حتما باید بنویسید بچه ها. فقط یادتون باشه یه نکته ریز 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 داره، اونم چیه؟ بعضی وقتا مشتق میگیریم مساوی صفر میذاریم، این ریشه هایی که به دست میاد توی این بازه نیست، توی این بازه نیست. الان ما نگاه کنید میگید اینو چرا اومدی حساب کردی؟ میگم ببخشید من حواسم نبود، واقعا حواسم نبود، ایکس دو توی این نیست، الکی حساب کردم، این نمیخوام، این نمیخوام، توی این نبود دیگه، چون از منفی یک تا یک گفته بود بررسی کنیم، دو که توی این بازه نیست، رفتی الکی نوشتید. برای خدا رو شکر این منفی 3 بود، اینم منفی 3 بود، کسی ازم نمره کم نمیکنه، ولی یه جایی شما میرید حساب میکنید اون بیشتر میشه، اونم که توی بازه نیست الکی زدید. پس حواسمون به این باشه. خب این مینیمم مطلق، حالا بریم سراغ ماکسیمم مطلق کدومه. این شده مقدارش منفی خیلی تو هم شده، ولی حواستون رو جمع کن، این منفی یک شد، این شد یک، این بیشتره دیگه، این بیشتره، پس این میشه چی؟
ماکزیموم مطلق. میگه آیا اسکری حواست هست که توی بازه باشه؟ آره دیگه، صفره توی این بازه هست. پس اگر اکسترموم مطلق بهتون داد، نسبی هم اگر داد توی همین مایه هست، اگر اکسترموم مطلق یا اکسترموم نسبی داد، مطلق که بازه میده، ابتدا انتهای بازه رو به دست میارم، مقادیر هم به دست میارم، مشتق میگیرم، مساوی صفر میذارم، ریشه های مشتق رو نگاه میکنم توی اون بازه باشه، اگر بود میذاریم توی تابع خودش، نرید توی مشتق دوباره بذارید، تو مشتق بذارید که صفره، میذاریم اینجا، مقادیری که به دست میاد با هم مقایسه میکنم، بیشترینش میشه ماکزیموم، کمترین میشه چی؟ مینیمم. بریم ببینیم توی این سوال میبینیم یا نه. اینجا فکر نکنم توی این باشه، ولی منم باز نگاه میکنم، اینجا نیستش. اینجا تقوا بده که سوال دیگه است. اینم نگاه کنم، این هم نقطه بود. سعی کردم توی هر مدل سوال، البته یه مدل سوال متفاوت بدم. اینجا اومده مقادیر ماکسیموم مینیمم مطلق رو گفته به دست بیارید. خب این ابتدای بازه رو میذارید توی این تابه، انتهای بازه رو میذارید توی این تابه، تابه رو میاد مشتق میگیرید، مشتقش رو مساوی با صفر میذارید. فقط نکتهش رو بهتون بگم دیگه، خودتون انجام بدید. نکته چیه؟ این قدر مطلقی باید تعیین تکلیف بشه. قدر مطلق اصلا نگاه کنید، ما آبمون با قدر مطلق توی جوب نمیره، اصلا قدر مطلق وضعیت نامشخصه. توی قدر مطلق هر چی توی قدر مطلق باشه، هر عبارتی توی قدر مطلق، اینو یادتون بمونه تا آخر، یا خودش میاد بیرون یا قرینش میاد بیرون. وقتی مثبت خودش، وقتی منفی قرینش. خب پس اینو من دو حالت باید بنویسم، یا خودش میاد بیرون میشه x به علاوه 1، یا قرینش منفی x منهای 1. خب از کجا بفهمم؟ نمیفهمم. اینو بنویسید، نمره بهتون میدن، یه بار خودشو بنویسید، یه بار قرینش رو بنویسید. ولی نه، از کجا بفهمید؟ جدی میگیم نگاه کن ریشه داخل اینو پیدا کنید، ریشهش میشه منفی 1. اگر ایکساتون بزرگتر از منفی 1 باشه، یعنی چی؟ یعنی 0 1 2 0 1 2 تو این بذاریم مثبت خودش. اگر ایکسامون از منفی 1 کوچیکتر باشه، قرینه میشه. برای همه قدر مطلقی ها این شکلی داریم بچه ها. خب اینو فرصت شد دوباره اینو بررسی میکنیم و حل میکنیم، حالمون اینجا خراب نکنیم. بریم سراغ مدل بعد. این از اکسترموما بود، با توجه محدودیت زمانی که داریم نمیتونیم بریم چند تا اینجوری حل کنیم، ولی یه مدل رو داریم بررسی میکنیم. مدل بعدی که میاد میگه که جهت تقعر و نقطه عطف، یکیش اینه، جهت تقعر و نقطه عطف این تابه رو بررسی کنیم. با اینا چی کار کنم؟ مشتق بگیریم. چی کار داریم؟ اسم از جهت تقعر و نقطه عطف اومد، اینجا رو نگاه کن، جهت تقعر نقطه چی بچه ها؟ عطف. این دوتا اسمشون که اومد، مشتق رو دو بار باید بگیریم. از یه عبارت دو دفعه مشتق میگیرم، پس از این میدونم تا اسم اینا رو دیدم دو بار مشتق، دو بار چی؟ مشتق. دو بار که مشتق گرفتم، بعد مساویه چی میذارم؟ صفر. ریشه این، ریشه‌ای که به دست میاد میشه چی؟ میشه نقطه عطف. البته باید ریشه ساده باشه، توی امتحان نهایی نمیاد خیلی سختش کنه. ریشه مشتق بود که دوباره گرفتم به دست آوردم، میشه نقطه عطف. جهت تقعر، جهت تقعر چیه؟ همتون شنیدید دیگه، آینه مقعر، محدب، عدسی، اینجور چیزا، این شکلی بود، این شکلی بود. این بهش میگیم تقعر رو به بالا، اینو میگیم تقعر رو به پایین. حالا اینو چه شکلی باید بفهمیم؟ حالا تقعرا، شما میاد مشتق میگیرید، یه جدول بکشم، اینجا چی باشه؟ اف پریم باشه، اینجا مشتق دوم اف زگان باشه، و اینم اف خودش. اینا رو تعیین علامت میکنیم طبق ریشه هایی که دارن. مثلا ریشه داشت آ بی، این صفر میشه، اینم ریشه این یکی باشه، اینجا مثبت منفی منفی، این یکی هم مثلا باشه اینجا مثبت منفی منفی، همچین چیزی باشه دیگه. تعیین علامتش یادم نوشته. مشتق اول داره میگه چی؟ تابع من با رنگ این مشکی بذارم اینا رو. علامت مشتق اول به معنی اینه که تابع چیه؟ سعودیه.
خب این که منفیه، اشتباه گفتم، برمیگردم. تابع چیه؟ نزولیه. چون منفیه، تابع چیه؟ اینجا هم نزولی. اینجا چیه؟ صعودیه. باز مشتق دوم پس چیکار میکنه بچه‌ها؟ مشتق دوم جهت تغییر رو بهمون میگه. مگه اینجا مشتق دوم مثبت نشده؟ اینا جدول تعیین علامت اونا. برید تعیین علامت ها رو کار کنید. مشتق دوم هم شده مثبت. توی اینجا تابع من رو به بالاست و اینجا شده منفی، از اینجا به بعد تابع رو به پایینه. همین شکلی تو جدول بزنید و همین شکلی. یعنی چی؟ یعنی از منفی بی‌نهایت، اینا ایکس های منه. یعنی از منفی بی‌نهایت تا این آ تغییر رو به بالا، از آ تا مثبت بی‌نهایت تغییر رو به پایینه. پس نقطه عطف جهت تغییر دوبار مشتق بگیری مساوی صفر بذاریم، نصف نقطه رو گرفتیم. بریم کدوم داشتیم حل می‌کردیم؟ این بود دیگه. این سواله جهت تغییر و نقطه عطف رو میگه چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. خارج اینم از این سوال پیدا کنم. این سوال یادداشت کردم برای خودم، چند بار نوشتم جهت تغییر و نقطه عطف دوبار مشتق میگیرم. میرم دوبار مشتق میگیرم. اینجا مشتق اول بنویسید. مشتق اول f پریم x بگید بچه ها بنویسم. خب تمام یاد پشت این ضرب میشه، منفی 3x2 3 دوتا معلومی 6x یکی پری بلش تمام. دیگه چی کار کنن؟ دوباره مشتق بگیریم، میشه f زگوند، f زگوند x مساویست با، دوباره از این مشتق میگیرم 3 دوتا 6 دو منفی 6x به علاوی چی؟ 6. خیلی آسون شد، خیلی آسون شد. ریشه، چون جهت تغییر و نقطه عطف، ریشه مشتق دوم اینو مساوی صفر میذاریم، میشه منفی 6x مساوی با منفی 6. پس x مساوی با 1، x شد 1. x 1 شده، همین الان این نقطه عطف رو میبینید اینجا بنویس چند؟ 1. طولش شد 1، x شد 1. y شد چی پیدا کنم؟ fx من y نیست، پس اینجا بنویسیم چند؟ f1. f1 رو حساب کنیم، منفی 1 به توان 3 به علاوی 3 ضرب داره 1 به توان 2 به علاوی چند؟ 1. خب این که شد منفی 1 با این 1 میپره، این هم 2 ضرب داره 2 1 2 برست نمیشتم دیگه. این نه نه این 3 بود، این 3 پس اینجا میشه چند؟ 3. یه بار دیگه نگاه کنم، آره دیگه. من این یک رو گذاشتم اینجا، این یک، یک به توان 3 منفی 1، 3 ضرب در یک به توان 3، این یک، درست. این نقطه عطف هم شد، ریشه دومو که بر مشتق دوم گرفتم به دست آوردم، جایگذاری کردم نوشتم. احتمال داره من جایی توی محاسبه اشتباه کنم و توی گفتارم اشتباه نیست. دیگه اگر اشتباه کردم خودتون ببخشید، اشکال نداره دیگه. خودتون برید چک کنید درستش کنید. خب این بس یکسه. حالا جهت تغییر رو چیکار کنیم؟ جدول تعیین علامت. جدول تعیین علامت پای دهم. برید واقعا این تعیین علامت رو بخونید بچه‌ها. کار الان نیست. من یه بار اینو سریع زود تون سریع میام میگم. خب اینجا فقط چی رو تعیین علامت میکنم؟ مشتق چی دوم. ریشه‌اش چند شده؟ یک شده. وقتی یه دونه ریشه داشتیم، سمت راست ریشه بود موافق علامت ضریب x، یعنی این بر میشه چی؟ منفی. سمت چپ مخالف بود، این بر میشه چی؟ مثبت. تعیین علامت یادتون میاد یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه به ازای چه x هایی این عبارت من مثبت میشه، کجا صفر میشه و کجا منفی میشه. حالا این که ریشه شد اینجا که صفر، این ور موافق علامت ضریب x منفی، یعنی هر عددی از 1 تا مثبت بی‌نهایت بذارم این عبارت منفی، از این ورم بذارم عبارت مثبت میشه. حالا جهت تغییر مشخص شد دیگه، یعنی من اگر این عبارت رو داشته باشم اینجا این مثبت دیگه، درسته؟ پس تغییر رو به بالا، همینجوری بنویسید اشکال نداره، نمیخواد بازه بزنیم. اینم تغییر رو به پایین، تمام شد. این سوالم رفت. پس اگر توی سوال ما اومد گفتش که جهت تغییر نقطه عطف، باید برم سراغ
مشتق گرفتن ازش چند دفعه دو دفعه ریشه پیدا کردن و جدول تعیین علامت با یه ریشه جدول تعیین علامت این شکلیه. خب بریم توی این خورداده یه نقطه عطف دیگه دارم اینجا این نقطه عطف رو بررسی کنم. اگر نقطه این نقطه عطف منحنی باشه تمام این توضیحایی رو که دارم میدم حالا برعکس بچه‌های ریاضی مهندسی معکوس رو این اجرا کنیم. یعنی چی؟ یعنی نقطه عطف رو داده برگردیم. صحبت هم چی بود؟ نقطه عطف اگر داده خب نقطه عطف یک نقطه از نموداره. پس من میتونم به جای ایکس بذارم منفی یک اینم ایگرگ منه این ایگرگ ها بذارم یک. این اولین چیزی که میدونم توی این هست. دیگه چی؟ میگیم خب اگر از این چند بار مشتق بگیریم؟ دو دفعه مشتق بگیریم با دو دفعه مشتق گرفتن باید در این نقطه مشتق دوم صفر بشه. مشتق دوم چند؟ صفر بشه. یادتون بمونه نقطه عطف آخه. خب بریم این 1400 1400 کجایی؟ اینجاست. اینم اگر نقطه آ نقطه عطف منحنی باشه بچه ها نقطه عطف مال تابه است دیگه. اینو جایگذاری کنیم منفی یک یک جایگذاری میشه تو مشتق نه تو خودش تو مشتق این چیزا نه توی خودش جایگذاری. خب نمیشه اینو الان بنویسیم میشه چی بچه ها؟ این بچه ها نگاه کنید این ایکسه این ایگرگه یا همون اف ایکسه به جایی مینویسم چند؟ یک یک مساویه با چه رنگی بزنیم؟ آبی منفی یک به توان سه به علاوه آ در منفی یک به توان دو به علاوه بی ضرب در منفی یک منهای یک. دقت کنید محاسباتون اشتباه نشد. حالا بیایم حساب کنیم ببینیم چی میشه این. این که دوستان اینجا که میشه این چند منفی یک بعد دیگه اینم که میشه یک مثبت اینم که میشه منفی بی یه معادله هم پیدا شد. نگاه کن یکی از معادله ها ما مینویسم یک مساوی منفی یک به علاوه آه اشتباه کردم بگید بگید به علاوه چی؟ به علاوه نه منهای بی منهای بی منهای یک این یک معادله. بعد نقطه عطف تو ذهنتون باشه نقطه عطف دوبار نه نه اینجوری بگم دوبار مشتق پس یه بار مشتق بگیم از این مشتق اول مشتق چی؟ شما همین مشتق رو بگیرید نمره بهتون میدارم F پریم X مساویه با CX2 به علاوه میگید آه چی؟ آه ضریبه بچه ها چیز خاصی نیست ضریبه میشه 2AX به علاوه 2A X توانش کم شد این یکی هم میشه به علاوه چی؟ یه بار مشتق گرفتم با مشتق اول کاری ندارم ما دوباره مشتق میگیریم یه بار دیگه مشتق بگیرم از این میشه مشتق چی؟ دوم مشتق دوم F زگوند X مشتق دوم دو سه تا شیش تا رنگو عوض کنم سبز میشه 6X در علاوه دو آ این دو آ بی هم که دیگه X نداره قرید رفت تو مشتق دوم رفت بچه ها خیلی سوالای امتحان نهایی درگیر نمیشه خیلی نمیاد کار رو سخت کنه دیدید تو این قسمت دوم بیه پرید. خب حالا دیگه چی کار کنم؟ مگه این ریشه مشتق دوم نبود؟ نیاید این ریشه مشتق دومه میکنید این ریشه این عبارت ریشه این یعنی اگر میخواید اینو مساوی 0 بذارید به جای x شم بنویسید منفی 1 6 ضرب در منفی 1 به علاوه چند 2 آ مساوی چند 0 میشه منفی 6 به علاوه 2 آ مساوی 0 میشه 2 آ مساوی با 6 پس آ مساوی چند 0 آ رو پیدا کردیم دیگه سوال ما حل دیگه آ که پیدا شد خب این آ بی رو خواسته آ پیدا شد شد چقدر شد سه. خب
حالا توی شلوغی اینو چجوری پیدا کنم؟ پیدا میکنیم اینجور. قرمز نزنم. قرمز رو زدیم چه رنگی؟ بنفش. صورتی. بنفش نیم. خب اینو زدیم چقدر شد؟ سه. این سه. یک واسه جمع میشه میشه چهار. نه این جمع نمیشه بخش. این منفی یک و منفی یک جمع میشه منفی دو. با این سه میشه یک. با اون یکی اون ور ساده میشه بی میشه چند؟ سه. بچه ریاضی دیگه خودت بین اینا رو حساب کنه. من که دارم اینو میگم گفتم از همین الان تسلیم. اگر یه جایی توی محاسب اشتباه کردم دیگه خودتون درستش کنید. این سه بود. این منفی یک و منفی یک منفی دو با این سه میشه یک. یک این ور با یک اون ور ساده میشه بی میشه چند؟ سه. این هم نوشت. خب بریم دیگه ببینیم توی 1400 چی میگه. 1400 یا اینجا ببینیم چی کار داره. خب یکی از سوالاتی که بارم بالایی داره ولی دو تا مدل داره، با این دو تا مدل میتونیم چیکار کنیم؟ دو نیم نمره بگیریم. دو نیم نمره کم نیست بچه ها. چجوری بیام نمره بگیرم؟ سوال آخری جدول رفتار و نمودار تابع رو میگه چیکار کنیم؟ رسم کنیم. برای جدول رفتار و نمودار تابع چیکار کنم؟ من اینو یه مدل دارم برای حلش. برای مدل من نیست، کلیه. اول از آخر، یعنی از نمودار میگم، بعد بهتونم میگم چه کارهایی باید اینجا انجام بدیم که اینو بنویسیم. خب یه دونه بذار بریم روی بقیه سفید. خب نگاه کنید بچه‌ها، سوال آخری که میاد میگه جدول رفتار و نمودار. نمودار رو میگه دو تا مدل بیشتر بهتون نمیدهش. مدل سوم من کوچولو براتون میکشم چیه ولی خیلی کم دیده شد. اول چیه؟ هموگرافیک. هموگرافیک رو که میدونی چیه دیگه، همین که الان قبلی بود دیگه. این شکلیه، این مدلیه. AX به علاوه B بروی CX به علاوه چی؟ D. یه مدل اینه که بهتون میگه رسم کنید، جدول رفتار بزنید، نمودار بکشید. یه مدل درجه 3. درجه 3 میگه AX3 به اضافه BX2 به اضافه CX به علاوه D. این هم درجه 3. یکی دیگه هم هست تو کتابتون هست، تو امتحان نهایی که من یادم نمیاد اومده باشه. درجه دو بود که بهتر سهمیه، سری میکشی میره دیگه. یه دونه درجه دو هم داره، یعنی AX2 به اضافه BX به اضافه چی؟ C. درجه دو نوشتم. خب ولی بیشتر این هموگرافیکه. بعدش درجه سه، اینو ولش نیستش. حالا اینا رو چیکار کنم؟ برام پایین‌تر بگم توی جدول رفتار توی این سوال چه کاری باید انجام بدم. توی سوال جدول رفتار و تغییرات. این دست منه دیگه، حالا نوشتم. خب اولین کاری که میکنید بچه‌ها، اگر که تونستید دامنه رو ببینید. اگر کسری بود پس اولین چیزی که انجام میدید دامنه. یک. دومین کار مجانبا رو میگیرید. مجانبها. میگید مجانب چی آیه از فعل؟ میگم مجانب رو میگم. سومین چیز مشتق بچه، مشتق میگیرید. مشتق هم مساوی چند میذارید؟ صفر میذارید. بعدش میرید سراغ چهارمین، جدول تعیین علامت مشتق. جدول تعیین علامت مشتق. پنجمیشی رسم نمودار. رسم نمودار. خب دقت کنم راجع به هموگرافیک و چی میخوام صحبت کنم؟ راجع به هموگرافیک و درجه سه. دامنه توی درجه سه بچه ها دامنه میشه چی؟ آر. بنویسن آر، دامنه رو بنویسن آر. قشنگ به فارسی بنویس دامنه آر. توی هموگرافیک اون کسریه، حالا من بنویسم همو دیگه بقیه شنیم. توی همو دامنه میشه آر بجز ریشه مخرج. بجز ریشه مخرج.
یه دونه ریشه بیشتر که نداره دیگه، آر به جز ریشه مفرد. مجانب درجه سه مجانب نداره بچه ها، درجه سه مجانب نداره، مجانب ندارد. شما هم توی امتحان می نویسید مجانب ندارد. این چی؟ دو تا مجانب داره. دو تا چی داره؟ مجانب. بابت اینا هم نمره بهتون میدن. پس نگاه کنید، اگر کسری بود دو تا مجانب داره، اگه درجه سه بود بنویس مجانب نداره. مشتق توی مشتق، مشتق که دیگه دارن که، فقط حواستون باشه نگاه کنید، اگه درجه سه بود، اگر که کسری بود، هموگرافیک بود، هموگرافیک همون کسری ها، اگه درجه سه بود، درجه سه تا دو بار مشتق میره، تا دو بار مشتق میره. اگر که هموگرافیک بود، هموگرافیک بود، بریم پانتر، اگر که این همون کسریه بود، هموگرافیک بود بچه ها، یه بار مشتق بیشتر نمیخواد. فقط چی؟ یک بار مشتق، یک بار مشتق. تازه مشتقش هم ریشه نداره، مشتقه ریشه نداره، کلا مشتقه یا مثبت یا منفی. دیگه چی بگم؟ دیگه میریم نموداراش رو میگیم. نمودار درجه سه رو میگم، نمودار هموگرافیک هم میگم. نمودار درجه چی بچه ها؟ سه. درجه سه، نمودار درجه سه این شکلیه بچه، شبیه کلمه لور نوشته میشه به این صورت. اکثرشون هم لورش این شکلی، لور پیره، یعنی فرتوت، شکسته است، خمیده است، اومده پایین رفته بالا به این شکلیه. این مدل زمانی که میاد دست از چپ به راست بزنیم، نمودار به طور کلی داره به سمت بالا میره. زمانی که توی درجه سه AX3 به اضافه BX2 به اضافه CX به علاوه D، این آه چیه؟ بزرگتر از چند؟ صفر. و اگر آه کوچکتر از صفر بود، این مدلیه. اینجا زمانی که آه کوچکتر از صفر. هموگرافیک هم سریع بگم، Y مساویه با خط کسری. اینجا خوب گوش کنید بچه ها، خوب گوش کنن، به علاوه B بروی CX به علاوه چی بچه ها؟ D. هموگرافیک، مهندسا گوش کنید، هموگرافیک باید چارچوب بزنید. چارچوبش چیه؟ دو تا خط، یه خط افقی، یه خط عمودیه. این که میگم دستگاه، نه این دستگاه مقتصاد نیست، این همون مجانبه هستن بچه ها. این مجانب افقیه، مجانب افقی، این هم مجانب چی؟ عمودی. مجانب عمودی خیلی ساده. مجانب افقی میشه بچه ها ضریب x بالایی به روی ضریب x پایینی، ضریب x بالا به روی ضریب x پایین، میشه چی؟ y مساویه با a به روی چی؟ c. مجانب عمودی هم میشه x مساویه با ریشه مخرج. من فرمولی نمیخوام بگم منفی d به روی c، مینویسم ریشه چی؟ مخرج، ریشه مخرج. نمودار من دو تا حالت داره، نگاه کنم دو تا حالت، یا اینجوریه یا این شکلیه. اصلا شبیه پروانه میشه دیگه، اینجوری نگاه کنید، این پروانه است، شبیه پروانه میشه این شکلی. بالای پروانه رو میتونم جابجا کنم، این شکلی هم میتونم بکشم، یا اینو اینه، نگاه کن، یا اینو اینه، یا این سبز است، این شکلیه. اینو بازم میگم، اینا همه با هم نه، یا سبزی یا این. خب نگاه کنید بچه‌ها، کدوم حالت رو من بخوام بفهمم، کدوم حالته، از چه طریقی بتونم بفهمم؟ سبز، دستتون رو بذاری روی نمودار، چپ به راست حرکت کنید، ببینید میره بالا یا میاد پایین. اومد پایین، یه دیگه باید بره بالا، نه یکی از بالاش هم کاف، اومد پایین. پس حالت نزولیه. نگاه کنن اصطلاحا هم شما همه ماتریس خوندید دیگه، قطر اصلی این ضرب داره این عادی منهای این یکی ضرب داره این سی بی، اگر کوچیکتر از صفر شد مدل سبز است. ولی یادتون باشه قالب رو درست بنویسید، اول اونی که x، بعد اون که عدد، اگه نبود عدد خودتون بنویسید به علاوه صفر، پایین هم cx به علاوه d. این یکی چی؟ اگر که ad منهای cb بزرگتر از صفر بشه، این مدلیه. این میگه چی میشه بچه؟ این سعودیه. این چیه؟
سعودیه. این سبزه چیه؟ نزولیه. اینجا چی؟ نزولی. راجع به تقعر هم میشه گفتی که تقعر رو به پایین، تقعر رو به بالا، رو به پایین، رو به بالا. راجع به تقعراش هم میشه اینجا چیکار کرد؟ بحث کرد. این برایی بریم درجه 3 رو بگیم. درجه 3 توی درجه 3 قصه شدیم. درجه 3 رو بگم بذاری برانی داره سوال اینجا حل کن. میگه جدول رفتار نمودار این تابلو رو چیکار کنیم؟ پیدا کنید 2.5 نمره. بریم ببینیم از این 2.5 نمره طبق اون چیزایی که گفتم چقدر میشه از نمره، از این نمره گرفت. نمره میگیریم بچه، از این نمره میگیریم. صبر کنید اینجاست. خب یکی یکی حرفایی رو که زدم میخوام اینجا چیکار کنم؟ عملی کنم. خب کسریه دیگه، پس برم دامنه بزنم. دامنه این میشه آر به جز ریشه مخرج چنده؟ بگید ریشه مخرج چنده؟ آفرین. ریشه مخرج منفی 1. بنویسی شما توی صورتحساب بنویسی x به علاوه 1 مساوی با 0، x میشه چی؟ منفی 1. این است ریشه مخرج رو نوشتی. خب برم الان مشتق بگیرم؟ نه صبر کن، بریم اول نمودار بزنیم. با نمودار سریع میتونم برم جلو. خواستی هم مشتق بگیرم، مشتقم بگی، بابت مشتقم بهت نمره میدم. ولی من میخوام برم نمودارشو بکشم. دستگاه مختصات نمیخواد، دستگاه مختصات نمیخواد. نه یا دستگاه ما اگه میخواد بکشی بکشید، دست خودتونه. من دارم میگم چیکار کنیم ازش نمره بگیریم. خب دو تا خط افقی و عمودی مجانبا بودن دیگه، یه دونه اینجوری میکشم، یکم اینجا. بذارید حالا صاف بکشم. چرا اینجوری بکشم؟ بذارید این شکل، یکی اینجا، یکم اینجا. نقطه چی؟ آره با راست شو بخواهی نقطه چی مجاربه دیگه. خب اینجا بنویسم، این یکی میشه چی بچه ها؟ عمودیه. کنارش بنویسید مجانبه چی؟ عمودی یا هم مجانبه قائم. مجانبه قائم یادتون میاد چی گفتم؟ ریشه مخرج میشه چی؟ x مساوی با منفی 1. این چی شد؟ باکش x مساوی منفی 1. این یکی چی میشه؟ y مساوی با ضریب x بالا بریم ضریب x پایینی میشه 2 بر روی 1 تا 1. من مجانب رو نوشتم، اینم بنویسید بچه ها. مجانب چی؟ افقی. 25 صدام. من از 2.5 نمره 75 صدام رو گرفتم چون مجانب رو مشخص کردم. ریشه رو هم که اینجا ببخشید دامنه رو هم گرفتم. خب دیگه نمره میگیریم، کلی کار داریم با این نمره میگیریم. مدلش رو بیایم پیدا کنیم بکشیم. پروانه رو اینجا بکشم. خب این که نمیشه کرد، درست نمیشه. اینو ضرب در این کنم میشه 2 1، 2 تا منهای منفی 1 رو ضرب در این کنیم میشه منفی 1 ضرب در چند 1. خب این که میشه مثبت 1 در این 2 میشه مثبت، میشه 3. بزرگتر از 3 بزرگتر از 3 بود، همون مدلی بود که اینجوری باید میرفت بالا، یعنی اینجوری. اینجا اینم چی؟ اینجا نمودار رو کشیدم بدون اینکه جدول بزنم و رفتم از آخر آخر. اینم نمودار، اینم نیم نمره. بریم دیگه چیکار کنیم؟ کاری که باید اول انجام میدادیم و بلد بودیم، مشتق بگیریم. اینجا در هموگرافی یک بار بیشتر مشتق نمیگیریم، پس اینجا می‌نویسم f پریم x. خط کسری داره، خط کسری رو میکشم. مخرج x به علاوه 1 به توان چند؟ 2. مشتق صورت میشه 2 ضرب در چی؟ مخرج. یه رو بهتون میدم میتونید خیلی سریع اینو محاسبه کنید بنویسید، حالا اگر دوست بشه 2 1 2 تا. پس اینو برم دارم، یه لازمه ایراد هم ازتون نمیگیرن ها، هیچ کسی ایراد نمیگیره، نمره هم کم نمیشه. 2 1 2 تا همونی که اونجا نوشتم. 2 1 2 تا منهای 1 ضرب در منفی 1 ضرب در چی؟ منفی 1. این که میشه مثبت 1 با این 2 میشه چند؟ 3. پس یعنی در واقع اینو دارم 3 به روی x به علاوه 1 به توان چند؟ 2. مشتق گرفتم، مجانبا رو رفتم، نمودار کشیدم، مونده فقط اون جدول ها. جدول ها رو از روی این نمودار خیلی راحت برای همه این هموگرافیکا این نمودار جدول قشنگ به تغییر میده. چیکار کنم؟ حالا بریم جدول ما
اینجا جدول یه جوری وارد ساب کنید. این جدول اینجا تو جدولمون یاد بگیرید نگاه کنید برای هموگرافیک ست تا بنویسید. تمرین کنید دیگه هموگرافیک ست. یکیش اینجا چی باشه؟ اف پریم باشه، یکیش باشه اف زگان باشه، یکیش هم باشه چی؟ اف. این اف زگان نگرفت. خب بلش کن اف زگان نگرفتی اینو ننویس. نمی‌نویس. اینو نمی‌نویس. فقط اف پریم بود. اینجا چی؟ اف پریم، اینم اف. خب من دیگه چیکار کنم؟ هیچ، برو اونجا نمودار رو نگاه کن. مگه نرفته بچه‌ها بالا؟ رفته بالا. توی درس هم نگفتم ولی خودتون بلدی دیگه، وقتی رفته بالا سعودیه، وقتی سعودی میشه یعنی مشتق مثبت دیگه. می‌نویسم مشتق مثبت، مثبت. همین چرت هر چند تا که دلت بخواد. این ریشه نداره، ریشه نداره بچه، همین شکلیه. مشتق مثبت. تابع من بنویسید سعودی، سعودی. کجا بفهمم؟ تعیین علامتش کنم. نه دیگه سعودیه، سعودیه دیگه. پس رفته بالا، اینم رفته چی؟ بالا. فقط تقعر رو نگاه کنید چه حرکتی میذارم. این x چنده بچه ها؟ منفی یکه. اینجا چنده؟ منفی یک. این منفی یک رو بیاییم پایین. تا قبل از منفی یک تقعر رو به بالا. نگاه کنید تقعر رو به چیه؟ بالاست. تقعر رو به بالا. آرش اینجوری بنویسید. از اینجا به بعد تقعر رو به پایینه. اینم تقعر رو به پایین. توی امتحان نهاییتون میرید میبینید یا هموگرافیکی یا درجه سه. هموگرافیکو کلن زدیم لش کردیم رفت. چیکار کردم؟ اومدم ریشه مخرج ضریب ایکس بالایی به روی ضریب ایکس پایینی دو تا خط رو به هم داد. نمودارم رو تشخیص دادم. قدر اصلی منهای قدر فرعی مثبت سعودی کشیدم رفت. دامنه رو نوشتم کنار اینا. بنویسید مجانب مجانب. ننوشتیدم دارم نمره میدم ولی اگر ننوشتید دیگه راستش بخواید ایکس و ایگرگش رو ننویسید چی نمره بدید؟ دستگاه مختصر گفتم نمیخوام. همینم بس. بعد جدول رفتارش رو بریم میخواییم پیدا کنیم. اینجا مشتق میگیرم یک بار مشتق. مشتق گرفتم مخرج به توان دو قطر اصلی منوی قطر فرعی شد دو. روبروی منویس بزرگتر است. از کجا؟ چون رفته بالا. رفته بالا. سعودیه. جدول رو که کشیدیم یه فریم یه اف، افزگاندی وجود نداشت که من بنویسم دیگه. نوشتم فریم برای این افزگان نمیخوام، برای درجه بخش هموگرافی نمیخوام. خب نگاه کنیم سعودی روبروی فریم بنویس مثبت مثبت مثبت. طرف تیکو میزنه نمره رو اینجا بهت میده. سعودی سعود کرده طبق نمودار، رفته بالا، سعود سعود. فقط این تقعره چون دو تیکه است، شما این تیکه رو به بالاست. از کجا به بعد؟ این به این ور، این هم به این ور. اینجا چند x منفی یک؟ منفی یک رو بنویس. تقعر رو به بالا، تقعر رو به پایین. کل نمره رو شما چیکار کردید؟ گرفتید. بریم برای درجه سه. یه سرود خب بچه ما اومدیم تابع هموگرافیک رو گفتیم. میتونید برید چند بار فیلمه رو نگاه کنید با همون مدلی که گفتیم جامع کامل نمره رو میگید. اگر درجه سه باشه چی؟ درجه سه بازم از این بهتر میشه نمره گرفت؟ تقریبا. نمره اینو میگیرم آن. حالا تو نمره 1.75 صدام 1.5 یک نمره رو براتون در میارم. مدلی که دارم بهتون میگم نمره بیرون میاد ازش. خب دوستانی که خودشون حرفه‌ای هستن که کارشون انجام میدن. ما دنبال این که نمره در بیاریم. جدول رفتار نمودار این تابع رو بگیم. خب بریم سراغ این سوال. این سوال کجاست؟ این آخر آخر است. این نیستش. کدوم بود؟ این اینجا این. این. خب بازم من میخوام برم سراغ یه دونه صفحه سفید داشتیم. اینجا اومدیم بحث کردیم. نوشتیم درجه سه فلان بهمان این اون. اینا چی بود؟ توی دامن درجه سه آره، توی مجانب بنویسید مجانب نداره. مشتق درجه سه رو تا دو دفعه مشتق بگیرید، ریشه رو هم به دست بیارید. جدول رفتار نمودار الان بهتون میگم. اینا یادتون باشه حتما بنویسید مجانب نداره نمره داره. این که بگید مجانب نداره نمره داره، بگید دامن آره نمره داره، شما دوبار مشتق میگیرید نمره داره، همه اینا نمره داره. نمودارش هم علش میکنیم. حالا ببینیم چی میشه. ببینیم اینجا این خب افز کردم دامنه آر
دامنه چی؟ آه این از دیگه چی کار کنم؟ می نویسم مجانب نداره، مجانب ندارد. 80% احتمال داره هموگرافیک بدم، 20% هم اینه درجه دو هم بدش. حالا فردا دیگه درجه دو اومد دیگه یقین رو نگید، گفتم برید خودتون بخون. دیگه چی؟ دوبار مشتق میگیرم، مشتق اول چی شد؟ بکنم مشتق اول، مشتق اول این، مشتق با اینو که آسون هم که بچه ها میشه 3x2 به اضافه 6x. مشتق دوم y زگان 6x به علاوه چند؟ 6. ریشه هر دوتا رو به دست بیار. توی هموگرافیک دوما ریشه نرفتم و نگفتم ریشه مشتق اول و دوم اینا، ریشه رو به دست بیاری. مساوی 0، اینم مساوی 0. این که میشه 6x مساوی است با منفی 6، x میشه چند بچه‌ها؟ میشه منفی 1. x مساوی است با منفی 1. اینو به دست آوردید، اینجا مجانب نداره، در عوضش نقطه عطف داره. در عوض چی داره؟ نقطه عطف. اینو بنویسید منفی 1، بنویسید عطف. بنویسید چی؟ عطف. اینو پاک کنم، منفی 1 بود، منفی 1. منفی 1 رو بیام توی تابلو جایگذاری کنیم. حالا من این دفعه می‌نویسم دیگه، خودتون ولی بنویسید. منفی 1 در مقابل منفی 1، منفی 1 به توان 2 1، 3 1 3 تا 1 4 تا، منهای این 1 میشه چند تا؟ میشه 3. منفی 1 3 نقطه عطف، درجه 3 عطف داره بچه‌ها، درجه 3 عطف. اون هموگرافیک مجانب داره، این یادتون باشه. خب دوباره مشتق گرفتم، اینم گرفتم، نمودارم چه شکلیه بچه‌ها؟ ضریب x مثبت. جدول نمیخوام، بیاید اینو بکشید. چی کار دارید؟ کشیدید رفت دیگه. هم اینجا وسط کمر این لوره رو بنویسید چی؟ منفی 1 3. هنوز یک کوچولو نقصه، یک کوچولو نقصه. میتونه طرف الان نمره رو بهتون بده ولی یک کوچولو نقص داره. نقصه کجاست؟ ریشه های اینو پیدا نکرده. ریشه های اینو پیدا کنم، ریشه شو پیدا کنیم. کجای لذیذ من رو کمتر کنم، من ریشه های اینو اینجا بیام بنویسم، اونجا شلوغ میشه نمیتونه بنویسم. از چی فاکتور میگیرم؟ از یه x فاکتور میگیرم، میشه 3x به علاوه 6 مساوی چند؟ 0. یه x میشه 0، یه x دیگه هم میشه 3x به علاوه 6 مساوی چند؟ 0. که x مساوی است با منفی 2، منفی 2. این هم چند؟ 0. حالا میام اینا رو میذارم تو تابع اصلی. چیکار میکنم؟ میکنید ریشه مشتق رو پیدا کردم، بذاریم تو تابع اصلی، بذاریم میشه چند؟ 0، اینم 0، میشه 1. میکن چه نقطه ای به دست اومد؟ رنگمون رو عوض کنیم سبز، نقطه 0 1. نگه دارید اینو، کجا رو هستش؟ همینجاست. منفی 2 بذارم، منفی 2 توی تابع قرار میدم، منفی 2 توی این تابه بذاریم. منفی 2 به توان 3 منفی میمونه، منفی 8، منفی 2 به توان 2 4، 4 3 تا 12 تا، با این 1 13 تا، 8 تا ازش کم کنم میشه 5 تا. درست گفتم؟ آره درست گفتم. خب نمونه رو کشیدیم دیگه. میگی چرا دستگاه مختصات نزدید؟ ما میخوایم نمره بگیریم، ببینم نمره میده کدوم بزرگتره، منفی 2 5 یا 3. میگی کدومشو باید نگاه کنم؟ ایگرگش رو دیگه، این ایگرگش بیشتره، پس اینجا بالاتره. اینجا رو بنویس چند؟ منفی 2 5. اینجا بنویس چی؟ 0 1. کامله، 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 این تمام نمره رو بهتون میدم. درجه 3 رو یه بار دیگه مرور کنیم. می نویسی مجانب نداره، دامنه رو می نویسی آر، مشتق اول، مشتق دوم، ریشه های مشتق اول، ریشه های مشتق دوم. هر کدوم از ریشه ها رو که پیدا کردیم توی تابه جایگذاری کردیم. ریشه مشتق دوم رو گفتم نقطه عطف، ریشه هایی هم پیدا کردم بردم تو تابه گذاشتم، ایگریگاش هم به دست اومد. درجه 3 گفتم شبیه
یه لوره پیره دیگه، این شکلی میکشیم. ضرب این هم مثبت این شکلی، اگه منفی بود این شکلی میکشیم، یعنی اینجوری بیاد بره دیگه پایین که حالا نیست. خب بعد که اینو کشیدم، این وسط کمرش رو می‌نویسم نقطه عطفه. بعد یه چیز یادمون رفته، جدول تعیین علامتش. همین کارو کردیم، جدول رو کجا بزنم؟ حالا جدول رو کجا بزنم؟ این پایین تر زومم رو کمتر میکنم، جدولم الان میزنم. صبر کنیم، با همین نموداری که کشیدیم جدول حله. جدولت هم نواز باشه، به این همین کار توی جدول فکر کنم نیم نمره بیشتر نمیدن، 75% بیشتر نمیدن. خب این همه کار انجام دادم دیگه، طرف هم بیاد نگاه کنه باید بیاد نمره بده. اینجا F پریم، F زگوند، این هم خود F. تمام ریشه هایی رو که به دست آوردید بنویسید، چند چند بود، یه صفر بود، یه منفی دو بود، یه منفی یک بود، از کوچیک به بزرگ ها، منفی دو، منفی یک، صفر. خط بیاد پایین. خیلی حواسم هم نیست چیکار کردم، میخوام فقط اینا رو بنویسم بره. تابر رو نگاه کنید، این ریشه های این اف پریمه کی بود؟ ریشه های اف پریمه اینجا بود، صفر و منفی دو. این صفر، این هم چی؟ صفر. بعد دیگه چی؟ این هم ریشه اف زگون. خب تقعر رو به پایین تا کجا؟ تا این منفیه که نگاه کنید، تقعر رو به پایین. پس اینجا مشتق دوم منفی، منفی. از اینجا به بعد تقعر رو به بالا، از کجا؟ از این. پس اینجا مثبت، مثبت. شما اینجا بنویسید، نگاه کنید، تقعر رو به پایین، دو تا نزنید از اینجا تا اینجا، کلا رو به پایین. اینجا هم چون مثبت، تقعر رو به بالا. من جدولمو دارم طبق نمودارم میگم، اصل سوال اینه که جدول بکشی از روی جدول نمودار رو بگید. ما ولی نمودار کشیدیم از روی این داریم اینو میگیم. بعد دیگه چیکار کنم؟ میگه نگاه کن نمودار تو، نگاه کن رفته بالا 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 تا اینجا، تو کجا؟ تا این منفی دو بود دیگه. زومو کمتر کنم ببین، تا این چند بود؟ تا منفی دو بود. رفته بالا، پس اینجا چی؟ مثبت. دیگه اومده پایین تا یک، یعنی تا اون صفر رو بعد، تا این صفر. منفی منفی، اینجا هم چی؟ مثبت. این جدولم اشتباه شد، فدای سرتون، اشکال نداره، این تیکا رو درست بنویسید. خب دیگه چیکار کنم؟ طبق این، مگه سعودی نیست؟ اینجا میشه چی؟ مثبت سعودی. اینجا منفیه، اف پریم صعود و نزول نشونتون میده، این چیه؟ نزولی. دوباره منفیه، نزولی. اینجا مثبت سعودی. مشتق دوم تقعر رو به بالا رو به پایین، مشتق اول سعودی و نزولی اف رو نشون میده. از روی اینم میتونیم اینو بگیم ما، باز هم نشد یه جوری یه جدولی بکشید، دو تا فلش رو تقعر توی این بزنید، نمودارتون که درسته، ریشهاتون هم که درسته، کارتون 20 دیگه، نمره رو میگیرید از بیه. توی قسمت مشتق یه قسمت دیگه مونده، اونم چی بچه؟ بریم سراغ، البته قسمت زیاد مونده. همینجا کدوم یکی بود؟ چی کنم؟ نقطه بحرانی، نقطه بحرانی هم بشینیم با هم دیگه کار کنیم. نقطه بحرانی بگیم تقریبا این قسمت رو تونستیم جمع کنیم، بقیه‌اش باید یه خورده از حد کمک بگیرن. نقطه بحرانی چی بود بچه ها؟ بلد نیست، بلد نیستی؟ آره مشتق بگیر دیگه، یه نمره داره مشتق میگیری، خب حداقل یه نیم نمره 25% بهت میدن دیگه، قرار شد مشتق بگیری. نقطه بحرانی این توی تعریف یه کوچولو اینجا تعریفش رو بگم، نقطه بحرانی خوندی ما تا الان خوندی، نقطه بحرانی دوستان هر جایی مشتق تعریف نمیشه، نقاط چی؟ مشتق ناپذیر، نقاط مشتق ناپذیر. اگر خلاصش کنیم به تستاتون هم درد میخوره، ریشه های زیر رادیکال، ریشه زیر رادیکال، ریشه ساده درون قدر مطلق، چی می‌نویسم؟ قدر مطلق. ریشه ساده می‌دونی چیه؟ نمی‌دونی؟ بلش کن، ریشه ساده داخل قدر مطلق، این یکیشه. بعدش هم چی؟ ریشه های مشتق، مشتق بگیر مساوی صفر بسن.
حالا بریم ببینیم چی میشه. اگر این دوتا دیدید، اگر اینو دیدید، ریشه های زیر اینا رو به دست بیارید، میشه نقطه بحرانی. اگر نبود که ولش کنید، همون مشتق مساوی است بذارید. خب اینجا چی گفته؟ گفته که سوالشو پیدا کنم. نقاط بحرانی اینو میگه پیدا کن. نقطه بحرانی. نقطه بحرانی مال تابست دار. ریشه مخرج بحرانی نمیشه. کار به مخرج نمیشه. مشتق بگیرم مساوی صفر بذارم. نه رادیکال داره، نه کسری داره. ببخشید نه قلق مطلقی داره. پس مشتق بگیر مساوی صفر بذاریم دیگه. f پریم x مساوی صفر. مشتق رو میگیرم. خط کسری. x2 منهای 1 به توان 2 مشتق صورت 1 ضرب در مخرج خودش x2 منهای 1 منهای مشتق مخرج x2 منهای 1 میشه 2x. دیگه حرفه‌ای هستیم دیگه. مشتق اینا که چیزی نیستش، اون مشتقای سنگین رو گرفت. ضرب در چی صورت خودش مساوی چند میذارم صفر. یک کسر کی صفر میشه بچه‌ها؟ یک کسر زمانی صفر میشه که صورتش صفر باشه دیگه. این صورت مخرج که کاری نیست، فقط برای اینکه نمره بگیرم صورت رو مساوی صفر میذارم. صورت اینو ضرب کنیم که یک در این میشه همون x2 منهای یک. این هم توی این ضرب بشه، من اینجا اینو اضافه نمیشتم. پاکش کنم، امیدوارم بذاری الان درست پاکش کنم. مشکل پیش نیاد. الان زیادی نمیشتم. خب پس میشه صورت مساوی صفر. صورت مساوی چی؟ صفر. کسر زمانی صفر صورتش صفرش. x2 منهای 1 منهای 2x2 مساوی چند؟ صفر. منفی 2x2 x2 میشه منفی x2 منهای 1 مساوی چند؟ صفر. پس این میشه x2 مساوی چند؟ امیدوارم جایی رو اشتباه نکرده باشم. x2 مساوی با نگاه کنم اشتباه نکرده باشم مساویست با منفی یک. x2 که منفی یک نمیشه، این تابع من مشتقش ریشه نداره. ریشه ندارد. ریشه نداره، بحرانی نداره. بحرانی ندارد. میگه جایی نداره که مشتق تعریف نشه. مشتق تعریف نمیشه. رادیکال قدر مطلق این دوتا رو که نداره که. اون مخرجم که مال این نیست. بحرانی نداره بچه ها. فقط برای بحرانی یه بار دیگه میگم، قدر مطلق دیدید، ریشه توی قدر مطلق پیدا کن. رادیکال دیدید، ریشه زیر رادیکال پیدا کن. اینا بحرانیه، یعنی جایی که مشتق تعریف نمیشه. مشتق بگید مساوی صفر بذار. این چون رادیکال و قدر مطلق نداشت، تیک اول پرید، مشتق گرفتم مساوی صفر گذاشتم. ریشه های مشتق ریشه نداشت، چون x2 مساوی با منفی 1 هیچ وقت نمیشه که، یعنی این عبارت هیچ وقت صفر نمیشه. بحرانی نداره. خب بذارید بریم سراغ یک مبحث دیگه. اونم چی بچه ها؟ معادله خط مماس بر منحنی در نقطه فلان. معادله خط مماس. بعضی وقتا میگه با استفاده از تعریف اینو به دست بیاریم. خب اینا رو چی کار کنم؟ معادله خط مماس خط صافیه. معادله خط رو باید بلد باشی. توی معادله خط میخوام همینجا دیگه توی همین ساله اینو بررسی کنیم. اینجا درامش این هم جز سوالات پرتکرار بچه. اینه معادله خط مماس. شما بیا چیکار کن؟ اینو بنویس y منهای. حالا شما اینجا میخواید هر چی که y نصب کنید. اشتباه نمیشت این. نه اشتباه نمیشت، درست نمیشت. شما میخواید معادله خط مماس رو بنویسید. خط چی؟ مماس. خط مماس چی میگه مگه؟ میگه نگاه کنید بچه ها، y منهای y صفر مساویه با f پریم در نقطه x صفر در پرانتز x منهای x صفر. این معادله خط مماسه. حفظش کن، تمرین کن، بنویس. این معادله خط مماسه. من معادله خط مماس نقطه ای رو که بهت داده این x صفر بچه ها. این هم چیه؟ y صفره. خب x رو بهت داده یک، یه جای گذاری کن میشه y. اینجا x منهای چند؟ یک. y رو بهت نداده،
پس میگه این اف یکی چیه؟ میگه یعنی خودت برو تو تابل بذار یک تا اگر که به دست بیاد اینم میذارم اف یک اف یک میشه یک به توان سه منهای دو ضرب بر چند یک یک به توان سه که میشه یک اینم دو میشه منفی یک پس این چنده بچه ها منفی یک پس اینجا میشه ایگرگ منهای یک مساویه با خب دیگه پس بالاخره یه جایی مشتقه باید بیاد دیگه من اینو نوشتم معادله خط مماس داره میگه اگر گفت معادله خط مماس شما اینو بنویس نقطه ای رو که به داده جایگذاری کن خیلی ساده است از قبل یا ساده تر ها بنویس جایگذاری کن یه مشتق هم بگیریم دیگه f پریم x مشتق ما چی میشه 3x2 منهای دو جای x چند بذارم؟ جای x میام یک میذارم دیگه این x یک پس میشه 3 ضرب در یک به توان دو میشه 3 3 منهای دو میشه چند 3 منهای دو میشه یک این دو ها این دو پس این شد چند مقدار مشتق اینجا می‌نویسم یک ایزی ایزی تمام تمام رفت دیگه همین دیگه بیشتر از این نمیخواد کاری بکنم من اومدم معادله خط مماس خط مماس رو نوشتم بعد اومدم اینجا توی این معادله جایگذاری کردم x و y رو به هم داده بود بعضی وقتا اینجوری نقطه نمیده میگه مثلا توی x مساوی چی یک پیدا کن خب این یک چی یکیش x مساوی با چند یک خب یک رو که دارم اینجا میذارم یک رو توی این تابه میذارم تا ایگرگش هم به دست بیاد یه مشتق هم میگیرم میرم معادله خط مماس رو دوباره میگم یادداشت کنید حفظش کنید این معادله خط مماس بریم دیگه سراغ یه مبحث دیگه هم بگم یه چند تا سوال با تنوع بالاست خیلی نمیشه روشون مانور دادم سریع با هم دیگه رو اینو بررسی کنید میگه با توجه به نمودار ا به سوالات زیر پاسخ دهید طول نقطه‌ای که مشتق در آن صفره مشتق یعنی چی بچه‌ها شیب خط مماس جایی که نمودار اینجوری اینجوری حرکت کنم اینجوری صاف بشه نگاه کن میرم اینجوری صاف بشه خب از اینجا حرکت میکنم آها اینجا صاف شد پس این میشه چی بی میشه بی اینو پیدا کردم دیگه چی طول نقطه‌ای که گوشه‌ای باشه گوشه‌ای همون نقطه‌های زاویه دار همون جایی که تیزه اینجا تیزه این دی میگه طول نقطه‌ای که در آن مشتق تابع و شیب خط هر دو طول نقطه‌ای که در آن مقدار تابع و شیب خط هر دو منفی باشه خب شیب خط هر دو شیب که منفی یعنی چی یعنی نزولی یعنی بره پایین خب اینجا اگر من بیام اینایی که بالای محورم که مقدار تابع که مثبت پس اینو بیخیال شیم اینجا رو اصلا اینجوری بردارم باید توی این قسمت رو باید نگاه کنم دیگه حالا کجا داره میره پایین جایی که شیب منفیه کجا میره پایین اینجا داره میره پایین این نقطه چیه سی بود اینجا میشه نقطه یه چی سی طول نقطه‌ای که در آن مقدار تابع و شیب خط هر دو منفی شیب منفی چون داره میره پایین مقدار تابع هم زیر محور ایکس است میشه یه مدل دیگه هم اینجا نگاه کنم این یه لحظه اینجا اینجا نه توی این نیست این باشه اینجا با توجه به نمودار زیر جدول رو میگه چیکار کنید؟ کامل کنید شیب رو میده نقطه رو میده بعضی وقتا هم شیب نمیگه اینجا می‌نویسه چی اف پریم و شیب یکیه بچه‌ها مشتق یعنی شیب خط مماس اومدن کلاس بذارن دارن میگن مشتق اگر نه همون شیب خط مماس خب بچه‌ها شیب کجا مثبت کجا منفی هر جایی بریم سمت راست بره بالا یعنی مثبت دیگه از اینجا حرکت کنیم خب اینجا میاد توی آ داره میره بالا این مثبت این مثبت بی داره میاد پایین میره بالا این منفی شد این مثبت میاد پایین این هم منفی منفی ها رو فهمیدم حالا از کجا رو فهمید دو تا منفی داریم دو تا مثبت داریم هر کی شیبش تندتره عددش هم بیشتره خب اینجا آ مثبت سی هم مثبت نظرتون سی تندتره یا آ تندتره خب اینجا با پراید هم میشه رفت اینجا ماشین آفرودی میخواد
خیلی باید گاز بده، چیزش خیلی زیاده، مثبت هم هست. پس این میشه مال نقطه یه چی؟ سی. این یکی میشه مال نقطه یه چی؟ آه. سرپایینیه. میام پایین، این خیلی شیبش خیلی تنده، نگاه کنید نیافتیم خیلی زیاده، داره میاد پایین، منفیه، منفی تره. پس این میشه دی و این یکی هم میشه کدوم بود دیگه؟ بی. این هم چی؟ بی. اگر یه موقع این شکلی هم گفتم این هم میتونیم بریم حلش کنیم. دیگه چی؟ دیگه یکی دیگه هم بگم که چون میخوام تقریبا توی مشتق تقریبا ها فعلا 12 نمره است، من نمیتونم الان از مشتق خارج شم، ولی تقریبا یه خورده خودمون رو دور کنیم از مشتق. این سواله، این سوال سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، بعضی وقتا میگه رشد متوسط، رشد لحظه ای، بعضی وقتا میگه آهنگ متوسط، آهنگ لحظه ای. اینا چی هم؟ اینا نمره بیارم، اینا نمره آهنگ متوسط، آهنگ لحظه ای. متوسط اسمش روی خودشه، متوسط یعنی یه چی تو مایه‌ای میانگی. خب متوسط سری میام میگم متوسط دو تا مقدار بهم میده، میگه از کجا تا کجا، حتما اینو بهتون میگه، میگه از x فلان تا x بهمان، مثلا میگه از x مساوی با 2 تا x مساوی با چند؟ 5. خب اینو داره. یا بعضی وقتا حواستون باشه مثلا میگه از x مساوی با 2 بعد میگه 3 واحد جلوتر، یا به صورت زمان بگیم میگه مثلا 3 ساعت بعد، خب باز میشه یعنی 5 دیگه. حالا فرمولش چیه؟ همتون بلدید بچه ها اینو مطمئنم، من هم یه بار می نویسم. فرمول آهنگ متوسط میشه خط کسری اف بی منهای اف آ بروی بی منهای آ. آهنگ متوسط نمره از توی میاد بیرون. خب چیکار کنم؟ یعنی مقدار رو بذار توی تابه، این هم بذار توی تابه، بی منهای آ هم اینجا. یه تفریق خیلی ساده، فرمول هم بنویسید لطفا. لحظه ای چیه؟ خب دیگه مگه مشتق نبود تا الان که از مشتق استفاده نکرد؟ این همون مشتق است بچه ها. این چی میشه؟ میشه مقدار مشتق یعنی f پریم، حالا همون لحظه ای که خودش گفته، مثلا شاید بگه توی لحظه یه چی x 0، پس میگیم f پریم x 0 از تابه مشتق میگیرم، اینو مینویسم. برداد جسمی رو از سطح زمین به طور عمودی پرتاب میکنیم، جهت فلان به همان اینجوری اونجوری، اصلا اینو گفته این معادله، سرعت متوسط، سرعت لحظه. میبینیم متوسط بازه داده؟ لحظه چی؟ یه لحظه رو گفته دیگه. بریم حل کنیم اینجا. بریم اینو بررسی کنیم. کجا ساله؟ اینجاست. یکی از قسمت‌هایی که شما باید از این نمره بگیرید بچه‌ها، باید از این نمره به دست بیارید، نمرتون هم کامل. خب چیکار کنم؟ می‌نویسم متوسط که بهم گفته، می‌نویسم چی؟ متوسط. مثل این تا نهایی برم دیگه، فرمول هم می‌نویسم. دیگه من حاصل ندارم فرمول می‌نویسم. خودتون بنویسید. اینجا f2 منهای f1 به روی 2 منهای چند یک؟ 2 منهای یک که میشه یک، بالا رو شما حساب کنید. حساب کنید دیگه. اینجا چیکار کنم؟ یک گوشه میام می‌نویسم. می‌نویسم ها توی چه می‌نویسم همینجا f2. خب دو تا چهار تا چهار پنج تا بیست تا چهل زر داره دو هشتاد تا کم کنم اون چقدر شد یادم رفت شست تا شست با امید خدا اشتباه نکردم این شست یک رو میذارم این که میشه منفی پنج این هم میشه چهل میشه چقدر اف یک میشه چند گفتم منفی پنج اونم چهل سی و پنج پس میشه منهای 35 60 منهای 35 میشه چقدر 25 تو محاسبه اشتباه کردم ایراد نگیرید خودتون جمع تفریق انجام بدید منم نوشتم این متوسط بریم سراغ چی سراغ لحظه این مشتق رو درست بنویسیم f پریم x میشه منفی 10 t به علاوه چند چهل چند بذارم جای تی خودش گفته سه بس منفی ده ضرب داره سه با
به علاوه چند چهل، این که میشه منفی سی، درست مشتبه گرفتم؟ درست منفی سی به علاوه میشه چند؟ ده. تقریبا میتونم بگم همشون یه شکل. اینو نگاه کنی ببینم پیداش کنم اینا کجاست؟ پیداش کنم این توی این اینجا پیداش کنم سب کن کجا رفت این هم هم میگه این بر حسب زمان در بازی زمانی 0 تا 5 در کدام لحظه با سرعت لحظه این با متوسط برابر یه چیز جالب بهتون بگم یه نکته اگه درجه دو بود سرعت متوسط با سرعت لحظه‌ای در میانگین این دوتا برابره یعنی 0 رو به علاوه 5 کن میشه 5 تقسیم بر 2 میشه 2.5 جواب این میشه 2.5 خب من یه 2.5 خالی بنویسم که بهم 1.5 نمره نمیدن که فقط نکته رو بفهمید اگر یه بار دیگه میگم گوش کنید اگر درجه دو بود زمانی سرعت لحظه‌ای با این سرعت متوسط برابره که وسط این بازه باشه 0 به علاوه 5 تقسیم بر 2 میشه 2.5 شما برای گرفتن نمره چیکار میکنید؟ یه بار متوسط اینو به دست میارید که گفتم چشه یه بار مشتق میگیرید نمیدونید چه لحظه ایه دیگه متوسطه رو که به دست آوردید مساوی با مقدار مشتق میذارید طبق نقطه میشه 2.5 شماره 12 پاسخنامه توی شماره 12 چقدره؟ 2.5 دیگه 5.25 شد 2.5 این از این یک یکی دیگه هم پیدا کنم باید یکی دیگه هم باش اینجا یک توده باکتری پس از 30 ساعت داره این جرم جرم این توده در بازه زمانی 3 تا 4 خب همون بازه است دیگه 3 تا 4 F4 منهای F3 به روی 4 منهای 3 تو این جای گذاره آهنگ رشد جرم توده در لحظه این لحظه یعنی مشتق مشتق میگیرم نوع داخل جای گذاری میکنم اینم از قسمت چی؟ متوسط دیگه باید بریم سراغ فصل بعد